این دیداری که الان خبرش منتشر شده که انجام شده دیدار مهمی هست، چرا که ما پیش از این دست کم در طول 5 ماه گذشته که از جنگ میگذره هیچ گزارشی نداشتیم در این زمینه که نمایندگان حوثی ها با سازمان های با گروه های فلسطینی دیدار کردن. خب از همون در واقع یکی دو هفته اول آغاز جنگ حوثی ها به نوعی به جنگ پیوستند، هم با حمله به کشتی ها در دریای سرخ، تنگه باب المندب، حملاتی که همچنان هم ادامه داره و در همین جریان همین دیدار هم خبرگزاری فرانسه میگه که حوثی ها گفتند که ادامه هم خواهد داشت و هم از طریق تلاش برای شلیک موشک یا پهپاد به سمت اسرائیل که تقریبا تمام اونها البته پیش از رسیدن به اسرائیل رهگیری و خونسا شدند، اما خبری از دیدار نبود. حالا خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مقام در واقع دو منبع حماس و جهاد اسلامی گفته که چنین دیداری هفته گذشته انجام شده و علاوه بر نمایندگان حماس و جهاد اسلامی از طرف فلسطینیان یک سازمان دیگر، سازمان قدیمی تر حتی که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، یعنی سازمان در واقع گروه مارکسیستی در واقع جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم در این دیدار شرکت داشتند. در اون درباره این که در واقع یک راهکارها، یک سازوکاری برای همکاری‌های بیشتر یا در واقع اینکه هماهنگی‌های بیشتر برای ادامه آن چیزی که مقاومت نامیدن و همچنین احتمال اقدام نظامی اسرائیل در شهر رفح صحبت کردند. باید صبر کرد و دید که آیا در روزهای آینده در واقع حد زده میشه یا خبری منتشر میشه که این دیدار در کجا انجام شده، چرا که به گفته کارشناسان در اسرائیل محلی که این دیدار در اون انجام شده هم میتونه بسیار مهم باشه، هم به این بیشتر شاید به این دلیل که رهبران حوثی ها درون یمن به صورت عمده میشه گفت که در یک محاصره هستند. این که حالا نمایندگان اونجا در چه کشوری دیدار کردن با نمایندگان این سازمان های فلسطینی هم میتونه بسیار مهم باشه.